چای متعددی مطرح شده. من فهرست ها رو اگه بخوام جواب بدم طول میکشه، ولی به هر حال پاسخ به پرسش آخر رو اگه به این گونه در حال حاضر چه میگذرد در اسرائیل قبل از این روز به هر حال آتشین که در یاد یهودیان بعد از 1973 و جنگ اکتبر بیاد ماندنی خواهد بود و ماندگار خواهد بود، روز هفتم اکتبر، این رو باید در نظر داشته باشیم که قبل از آن ما یک دو قطبی رو داشتیم و این دو قطبی بین چپگرایان بود که به دنبال آن بودند که به حال مزایا و امتیازاتی که به اونها از بعد تأسیس دولت سوسیال دموکرات بن گوریون داده شده، من جمله 86% از اراضی که به هر حال در آن موقع 1947 از آن خود داشتن در دیویژنی و دیویژنی که انجام شد، یعنی تقسیم اراضی و این سرزمین بین اعراب، نه فلسطینیان، بین اعراب و اسرائیل و کشورهای تصنعی مثل اردن و همینطور سوریه و لبنان ایجاد شد. ما برای امتیازاتی این افراد برای خودشون قائل شدن و شهرک ها و کلخص هایی رو با دید نئومارکسیستی، استالینیستی و سوسیالیستی ایجاد کردم و 30 سال اول نیست که قدرت رو در دست داشتن حزب کارگر، هم سندیکه ها در دستشون بود، هم دولت در دست داشتن، هم ساختار سیاسی رو میتونستن برنامه ریزی کنن و همینطور نیست تکنوکرات ها رو آمدن و ساختن. و آنچه که در حال حاضر